سلام، به ویدیو دیگه خوش اومدید بچه ها. توی ویدیو قراره که استارت پوشکا رو بزنیم. همونطور که میدونید یه چند روزی هستش که دارم ویدیوهای خیلی خوب از ریاکت و گرند چالش میذارم، ولی خب امروز تصمیم گرفتم که یه چند تا بتل توی لیگ 9 بزنیم. دو ساعتی از لیگ 6 تا 9 براتون آوردم تا سطح ویدیو برای شما کاملا بالا باشه. و همونطور که میدونید من یه سری محدودیت ها دارم، مثل بالون، مثل لول اکانت، ولی خب بچه ها من این چیزا نمیتونن جلوی منو بگیرن برای یه ویدیو خیلی خوب و سطح بالا. امیدوارم که تا انتها ویدیوی من رو نگاه بکنید، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. و بچه ها فکر از همین دازیم. اگه بومبر داشتم جلوشو میگرفتم جلوی این گابلین ها رو، ولی خب نداشتم دیگه، میخواستم سه تا اکسیر خرج کنم که بدون دلیل بود واقعا. اوکی، الان دیگه بومبر وقتش بود دیگه، نباید انقدر بهش اجازه دمیج وارد کردن بدیم. اوکی، ای کاش من بالون داشتم بچه ها، الان دهنش صافکاری میشد قشنگ. یه دونه عروس، حالا عروس هم نمیزدم اتفاق خاصی نمیافتاد، ولی بچه فکر کنم این ترکیب یه چیز داشته باشه، تورنادو داشته باشه، چون فهمیدم ترکیبش چیه. ترکیبش همون ترکیب معروف کوکوه. کوکو رو نمیدونم اگه بشناسید یا نه، ولی خب من توی فرندیس هم دارم، سیزن گذاشته هم چند تا ریاکت ازش رفتیم و دیدید که ترکیب اصلیش این بود. حالا یه تورنادوی احتمالی هم از این ترکیب احتمالا ببینیم. و اوکی، یه تورنادو میخوام بزنم، چون تو این جور مواقع فایرکرکر میتونه خیلی اذیت بکنه، مثل الان دید دیگه، میخواستش از فایرکرکرش به کمک کارت نایت دفاع بکنه، ولی خب من اجازه رو بهش ندادم و سریعتر از اون تونستم تورنادو رو بندازم و چیزی که میخواستم رو تونستم اجرا بکنم. بچه ها میریم تو کار، لعنت بهت، من میخواستم پیکار رو بندازم بچه ها، دستم بد رفت. وای چقدر بد زدم بچه ها، عجیب غریب شد دیگه، دستم بد رفت. تورنادو، اوکی، شانس آوردیم بچه ها، شانس آوردیم که بیشتر از یه دونه ضربه نتونست وارد بکنه به تاورمون. پتانسیل حتی 4-5 ضربه برم داشتش تو این شرایط که من سوتی داده بودم، واقعا نمیخواستم این کار انجام بدم. و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته، بعد خورد تمرکز بکنم. حالا دیگه پکار رو میندازیم، میریم تو کار بومبر. اوکی، ایویز نباید کانکت بشه بری تاور، کانکت که شد، ولی خب بیشتر از دو ضربه نباید بزنه. اوکی، گریویارد، اوکی، عروس نگرفت رو فایرکرکر، ولی بچه همطور که دیدید ما تونستیم بتل رو ببریم. 16 ثانیه بیشتر نمونده، یه دارک پرینس برای اداره کردن بازی میندازیم و تمام. بچه ها یه ویدیوی سطح بالا استثنایی خوب و با چند تا اشتباه ریز و درشت که تونستیم بالاخره بازی رو در واقع پشت سر بذاریم و بهترین شکل ممکن بتل رو ببریم و پیروز بشیم. بریم داشته باشیم بتل بعدی رو که امیدوارم مثل همین بتل سطحش بالا باشه و پلیر قدرتمند باشه مثل الان. مطمئن باشید پلیر خیلی خوبی بوده، چون از نوع پلیر دادنش مشخص بود. خب ولی خب من ترکیبم بهتر بود دیگه برای زدن یه همچین مچاپ هایی، کار حریف سخت‌تر بود نسبت به من، باید واقعیت ها رو گفت دیگه، نمیشه اینجوری هم گذشت ازش. اوکی، میریم تو کار دارک پرینس، صبر میکنیم بچه ها. اکتیف کردن شینگ تاور به نظر من چیز عقلانیه الان. ای وای بچه ها، ننداختش اون تایمی که میخواستم، اینترنتی خورده ریده بچه ها. وای نگاه چقدر تایمینگمون بده بچه ها، اینترنت دهنمون رو سرویس کرد، چقدر تایمینگمون بد بود بچه ها. یه دو دقیقه میخوام بدون صحبت ویدیو بگیرم، یعنی تمرکز کنم ببینم میشنم بازی ببرم یا نه. اگه پایید که نگاه کنید بچه ها. اوکی، بریم تو کارش.
بچه ها من همزمان وقتی صحبت میکنم و بازی میکنم هم تمرکزم میاد پایین تر و همون چیزی که میخوام و نمیتونم ارائه بکنم و به خاطر همینه که بعضی وقتا سوتی های عجیب غریب از من میبید و اگر من توی حالت عادی وقتی همه تمرکزم کامل باشه یه همچین سوتی هایی امکان نداره بدم و مثل الان نها کنید ما سوت چیزو عروضا چطور انداختم الان بعد فایرکرکر نابود میشد ولی خب به خاطر اشتباه هم هنوز زنده است. اوکی اوکی فایرکرکر رو دارن جولان میدن این عقب اول فاز عباس دکا. اوکی میتونیم قشنگ بازی های اداره بکنیم، قطعا میتونیم بازی برنده بشیم، البته اگه بتونم مساوی بکنم چون یک شک بشه، چون تابره سمت چپمون رو نگاه کنید چه اتفاقی سرش افتاده، امکانه این که بخوایم ببازیم هم هست اگه یک شک بشیم. وا ایویز تمام بچه ها ایزی تمام تمام واقعا بطل خیلی جزایی بود، اون چیزی بود که من انتظارش رو داشتم و فوق العاده تونستم بازی رو خوب پیش ببرم و بازی هم پیروز شدم. البته یه جاهایی واقعا دید دیگه همون اول بازی دقیقه اول بازی چقدر اینترنت لک داشت و من اون لحظه‌ای که میخواستم کارتا نمیافتاد و این باعث شد که من از بازی خیلی عقب بیفتم، ولی خب با توسط به در واقع میتونم بگم تمرکزی که داشتم و اون چند میتونم بگم 30-40 ثانیه‌ای که صحبت نکردم تونستم بازی رو برگردونم و اون چیزی که در واقع مد نظرم بود رو ارائه بکنم. بریم بشوشیم بتل بعدی رو بچه ها که امیدوارم یه مچاپ خوب بیفته مثل مچاپ های قبلی. از حق نگذریم یه دوتا بتل خیلی خوب و مچاپ های خوبی برامون افتاد. ترکیب اول که واقعا یه ایزی مچاپ بود ولی ترکیب دوم داستان میتونست داشته باشه اگه اونجوری بخواد پیش بره، یعنی اگه سوتی بدم داستاندار میشه. بچه ها ایویز رو میزنیم اتا. اوکی مینی پکار رو انداخته، ما باید اینجا پکار رو بزنیم. نه پکار نه دیگه پکار نه خواستم پکار رو بندازم که حمله بکنم ولی خب تورنادو رو دیدم منصرف شدم از این حرکت. بچه نمیدونم ترکیبش چیه، احتمال داره که ترکیبش اسپارکی باشه. او مای گاد وای اینه ماس وای نسیم نگاش کنیم که نه بچه ها حداقل دوتا حرکت بزنیم. واو این چه ترکیبیه دیگه یا ابوالفز، من دیگه قلبم واسه این ترکیب رو نمیتونه تحمل کنه یا قرآن مجید دیگه هرچی آیین و دین بود آوردم تو این ویدیو. خوبه تونستیم جمع بکنیم بچه ها. حالا میخوام این مینی پیکا بزنه که با این حرکت نابودش بکنم، ناکاوتش بکنم توی همین ثانیه ها، ولی خب نه میدونه چیکار بکنه. به نظرم پلیریه که با ترکیب خودش میتونه خوب بازی بکنه، ترکیبش دستسازه خب ولی داره خوب بازی میکنه با ترکیب دستسازش. این که شما بتونید با ترکیب دستساز خوب بازی بکنی نصف راه 95% راه رفتی، مطمئن باشید. شما اگه ترکیبتون دستسازه و یه خورده ایراد دارید باهاش، مطمئن باشید اگه بتونید تمام نقاط ضعفتون رو توی اون ترکیب اصلاح بکنید میتونید بهتره توی اون نوع باشید، توی اون نوع ترکیب باشید. بکا حواسم باید خیلی جمع باشه بچه ها، عجیب غریب بچه ها سختی در پیش داریم. ماشالله بچه ها دیدید چیکار کردم؟ عروس خوبه، میریم برای پکا. او مای گاد چه تورنادو و یه حرکت پشم ریزون دیگه از محمد بارسا که واقعا خودم حال کردم. بچه از اینجور حرکت ها من با ترکیب خودم زیاد میزنم، اگه ویدیوهای قبلی من نگاه کردید و همش ریاکت یا ترکیب معرفی ترکیب بوده، من با ترکیب خودم وقتی بازی میکنم دیگه یه جورایی شکست ناپذیر میشم دیگه. حالا برام فرقی نمیکنه که اکانتم لول 13ه، بالون لول 13 دارم، تورنادوی لول 13 دارم، زیاد برام اینا اهمیتی واقعا نداره.
چون با ترکیب خودم میدونم چیکار بکنم، ولی با ترکیب دیگه چون معرفی ترکیبه من نمیتونم قشنگ بهتون چیزایی که میخوام یاد بدم، ولی واسه ترکیب خودم مثلا هر چی که شما بخواید میتونم بهتون ارائه بکنم. یعنی هیچ محدودیتی توی ترکیب پکا و مخصوصا ترکیب اصلی خودم ندارم براتون و واقعا بتلای خیلی خوب عالی و جذاب. ولی بچه‌ها قبول کنید بتلی که الان زدیم یه مچاپ خیلی سخت بود به نظرم. حالا مچاپ های قبلی کاری ندارم، قطعا مچاپ های خوبی بودن، ولی این دو بتل گذشته به نظر من یه مچاپ سرسختی بود چون میتونست کاملا منو اذیت بکنه. نکنید بچه‌ها بعد چند ثانیه کارتا میفته، نباید اینطور باشه. این یعنی پینگ تا خواهیه ها بالاست بچه ها. به خدا دارم اینو میگم، اصلا نباید این طور باشه. شما کارتو میدازه که مینیموم نیم ثانیه، ماکسیموم دیگه یه ثانیه. نگاه کنید من بعد دو ثانیه کارتا میفته، دیگه خیلی عجیب غریبه. نگاه کنید دیگه. شما حالا قضاوت با شماست که این شرایط نباید این طور باشه دیگه. مجبور من عروزم بزنم، تازه عروزم بعد چند ثانیه میفته. هیچ فایده ای نداره اینجور میتونم بگم وقت گذاشتن ها، چون اعصاب آدم خورد میشه. ببینیم چی میشه بچه تو این بتل. من تا الان انرژیمو گذاشتم و تونستم بتلی خیلی خوبی بزنم. امیدوارم این بتل هم همونطور پیش بره و بدون باخت این ویدیو رو تمام بکنیم. اگه اینترنت اجازه بده، عمرناش بتونم بتونن کسی در واقع یه دونه برد از هم بگیره. اینو بهتون از تای دل دارم میگم. بومبر بابا چونه مادر اذیت نکن، چقدر لیک داره این اینترنت. اوکی ای بیز بابا ویلمون کن تو رو قرآن. هیچ فایده ای نداره دفع کردن، هیچ فایده ای. وای بزن آه پکا تو با تاور رو بگیری. ماشالله پکا همیشه کم نمیاره بچه ها جلوی کارت هایی مثل رویال جاینت و اینا که شبیه خودش هم هستن از لحاظ اکستری شماری و اندازه و اینا دارم بهتون میگم، اما ولی که کلی با هم تفاوت دارم. ولی خب جفتشون قول به حساب میان دیگه. وای نه ولمون کن تو رو قرآن، این چه حرکتیه؟ ریدم تو ترکیبت. نه بچه اینتر داره اذیت میکنه. نگاه نه بچه به باختی دارم علیکی زجه میزنم آقا، باید قبول کرد دیگه. داره عربی میزنه اینترنت، بزن تمام کن بده. واقعا حوصله نداشتم اینو ادامه بدم چون واقعا میدونستم میبازم و اینجوری ادامه دادن مثل این بود که شما یه چیزی رو بدونی اتفاق نمیفته ولی براش تراش کنی. دقیقا تو این بتل داشتم این کار انجام میدادم، چون دیدم از اول بازی داره اینترنت اذیت میکنه، من برم اوکی کنم اینترنت لعنتی رو بیام. بتل خوب بود و اینترنت ها ضعیف نمیشد، ولی خب این بتل واقعا اسیرمون کرد. بریم ما بیایم. خیلی خب برای عکس گل بریم نشوشیم ادامه بازی ها رو. امیدوارم که اینترنت درست کرده باشم. رفتم این فیلترشکن جدید رو نصب کردم، در واقع کانفینگ جدید رو وصل کردم. امیدوارم که اون چیزی که میخوامو بتونم پیاده بکنم توی این بتل. بمب رو میزنیم، بزن آخرین ضربتو. نخ نشد. البته من خودم بعد انداختم بمب رو ها، وگرنه بدبخت بمب اشتباه خاصی نکرد. من خودم بمب رو یه خورده بگینگی بعد انداختم. وای الان یه تورنادو دارم و دوتا ارتش. واقعا جلوی اینجور کارتا کار سخت همیشه. گریویارد عروس زد ضربه شو به تاور، یعنی من ریدم تو این زندگی
ضربهشو زد تو تاور. آقا من دیگه هیچ حرفی برای گفتن ندارم. یه بار بزنید عقب ببینید چی شد. من خودم نفهمیدم چی شد. حالا شما ببینید شاید فهمیدی ضربه‌ای که چیز وارد کرد به تاور چرا خورد به اسکلت وارد کرد چرا خورد به تاور. اینجا رو نگاه بچه‌ها، دو تا مچاپ تخمی تخیلی بهمون خورد. واقعا مچاپ قبلی خوب بود آقا، قبول کنید خوب بود مچاپ قبلی، ولی اینترنت بتله باش بش متل پیش ضعیف بود. والا نمیدونم چی بگم، بکارم از تبر اندازیم اینه سوسک میکشنش. میندازیم ببینیم چی میشه. همین الانم دیر نشده برای تسلیم شدن به نظر من. ایول ها همینه، سوتی رو داد بچه ها. اوکی یه حرکت تندوتیز بکنیم نگاه، بعد یه سال کارت ها رو میندازه، اونم با کلی اشتباه. بنده دیگه بین چه مرگشه بابا، اصلا هم خوش شد. اه شانس اگه داشتیم که تو ایران زندگی نمی کنیم بچه ها. ما نگاه بابا بلمون کنتور قرآن، بطیلی که راحت میتونستم ببرم و چه فشاری شدم عجیب. به خدا من شاید خیلی وقت بود اینجوری فشاری نمیشدم، اصلا نمیخواستم اینجوری فشاری بشم. واقعا انقدر من تو این بازی فشار خوردم دیگه نمیتونم اصلا بهتون بگم چقدر بوده. آی خوره. بچه یه بتل دیگه بزنیم، بتل آخر بشه. من دیگه واقعا حوصله‌ام نمیکشه بخواد اینجوری پیش بره، چون دو تا بتل واقعا مفت و از دست دادیم. راحت که بتل بیشو کامل میتونستم ببرم، ولی خب لحظات آخر واقعا نتمون ضعیف شد، لک میافتاد. یعنی من هر کارتو مینداختم پینگ میرفت رو 150 160، وقتی کارتو مینداختم بقیه جا عالی. حریف کارتو میندازه قشنگ سر ثانیه کارت میفته، ولی به ما میرسه بخوایم کارتمون رو بندازیم شون میندازه. این واقعیت بچه ها. این پکا داره میره، ببینیم چه اتفاقی میفته. بله ببینیم این دفعه چه ترکیب تاکسیکی در انتظارمونه. فلاینگ ماشین برو دیگه پکا، برو سمت تاور. بابا این برمه رو ول کن، چقدر گیجه این پکا. آخ من اون روزی که پکا بخواد اولوشن به شهر خدا کنه ببینم. وای مادت. وای اگه یه دونه اکسیر بیشتر داشتم بسیل این حمله رو جمع کرده بودم. وای چقدر دارم فشار میخورم بچه ها. من تا حالا تو هیچ ویدیو ستا باخت نداشتم. اگه توجه کرده باشید هیچ وقت من بالای ستا باخت نداشتم توی هیچ ویدیویی، و نمیخوام این اتفاق بیفته. اصلا نمیخوام این اتفاق بیفته ها، اصلا. بزن دیگه بومبر، اذیت نکن بومبر، اذیت نکن. دی پی به خدا اون اینفرن دراگونو به حال خودش میخواستی بذاری تاور رو میگرفت. این هم که میخواد دفاع بکنه، قصد دادن تاور رو به هیچ وجه ندارد. بالا میزنیم، نمیخوام انقدر دیگه طول بکشه قضیه. نگاه دنبال چی میگردی تو بسر؟ اوکی بومبر
اوکی دوباره داره اون حرکتو میزنه. این دفعه دیگه کور خوندی، واقعا کور خوندی که بخوای دوباره از اون حرکت به نفع خود استفاده بکنی. یه تورنادوی کثیف زدم. اوکی بومبر میریم برای پکا. بچه یه ریس تمرکز کنیم. بچه من این طرفی برای گفتن ندارم، امیدوارم از این ویدیو خوش نمیده باشه، از فشاره من خوش نمیده باشه. یعنی یکی از فشاری ترین روزای عمرم رو دارم میگذرونم. شما حال کنید، من فشار میخورم، شما حال کنید. همینه دیگه بچه ها، داستان همینه. به کیرتون بچه ها اصلا مهم نیست دیگه، لحظات آخرم اینجوری میره دیگه. دیگه ما ایرانیم و باید اینطوری بشه. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.